قانون رو بخوام تغییر بدم. یعنی قانون کشورمون رو بخوام تغییر بدم؟ قانون سخته، نمیدونم، سخته. فکری که نکرده بودم، عدالت میخوام. یه قانون رو تغییر میدم، یه جوری تغییر میدم که به خودم یه پایینی برسم. با قانون معمولا کاری ندارم، چون بالاخره هر قانون بر اساس کشوری ساخته شده. خیلی قانون ها هست باید تغییر کنه. چه قانونی تغییر؟ همه قانون ها خوبن دیگه. این همه تو مجلس نشستن قانون وضع کردن، من میام تغییرش بدم. قانون اساسی ما به لحاظ نوشتاری اون چیزی که مکتوبه زیاد عیبی نداره، ولی در کل هیچیش رعایت نمیشه. یعنی یه جورای فرمالیته است. شاید قانون وضع بکنم برای حیوانا و طبیعت که یه خورده بیشتر بهش برسن، چون واقعا داره از بین میره. نمیتونم واضح بگم. میشه جلو دور گفته. یه ذره آزادی رو بیشتر میذارم. شاید آزادی رو بیشتر به مردم بدم. آزادی بیشتر میدم به مردم. آزادی زن. آزادی مطلقا، نه آزادی آبکی. همتراز بودن با مرد. شب قانونی که نسبت به خانوم هاست، در مورد خانوم هاست، این که خانوم ها مثلا ورزشکارمون حق ندارن بدون اجازه همسرشون از کشور خارج بشن، شاید اینو بخوام تغییر بدم. این که دخترها واسه اینکه از کشور خارج شن نیازی به اجازه پدرشون نداشته باشن. تو ایران رئیس جمهور بتونه زن بشه. رفع تبعیض بین خانوم ها و آقایون. قانون الزامی بودن حجاب رو تغییر میده. الان در لحاظ من احساس میکنم حجاب اجباری برای همه یه جوری موزل شده، مشکل ساز شده. میذارمش اختیاری، هر کی دوست داره داشته باشه، هر کی دوست نداشته باشه، اجبار نمیذارم. من مطمئنا میخوام که جوونا آزادتر باشن. طوری برنامه ریزی میکنم، یه قانونی میذاشم در حمایت از جوونا. نظر من قشر مظلومی هم توی جامعه ایران. که چه قانونی رو تغییر بود؟ یک کمی آزادی رو برای مردم بیشتر میکنه. آزادی تو زندگی شخصیشون حداقل، نه تا وقتی که به کسی آزار نرسونده تو زندگی شخصیشون بتونن راحت تر زندگی کنن. هم مشکل اینه که همه قانون ها غیر اوکی هست. تعداد اونایی که باید عوض شه زیاده. نمیدونم، شاید اصلی ترینش اینه که اجازه بدن هر کی هر چی دلش میخواد بگه. میخوام منم همچنین که هر کی بتونه حرفشو بزنه. همیشه تو همه ارکای دنیا ناعدالتی بوده، دوستش هم که عدالت باشه. نیا کنیم، مسئله اینجاست. امروز شما میدونین که تغییرات از طریق چیه؟ فکره. فکرها با تغییر بده، فکر به تغییر بده، قانون هم شما میکنه تغییر پیدا میکنه. خب برای من مهمترین چیز آزادی افکاره. یعنی مطبوعات آزاد داشته باشیم، هنر آزاد داشته باشیم، سینما، موسیقی، نقاشی. شاید میتونستیم یه مقداری فرایندهای آموزش و پرورش رو اصلاح بکنیم، یک کمی میتونست وضعیت فرهنگی اون از اینی که هست بهتر بشه. باشه، شما هم که